Hallo zusammen. Herzlich willkommen bei Deutsch mit Kim. سلام به همگی. خیلی خوش اومدین به Deutsch با Kim. از این به بعد ویدیوها رو خیلی کوتاه‌تر براتون ضبط می‌کنم. هیچ ویدیوی بالای 7-8 دقیقه نمیره که حوصله‌تون سر نره. و اینکه تصمیم دارم از این به بعد بیشتر از فیلم و عکس استفاده کنم و خود لغات رو ببینیم تا بیشتر چهره خود من. و اینکه امروز هم میخوام تلفظ یه سری از حروف الفبای آلمانی رو براتون توضیح بدم که وقتی کنار هم قرار میگیرن یه صدای خاصی تولید میکنن. پس با من همراه باشین. خب شروع میکنیم با حرف گ. گ همیشه صدای گ فارسی رو میده، مثل در گارتن. این گارتن. این رو هم توجه کنین که مینویسن در گارتن، ولی هیچ وقت نمیگن گارتن. اون ای این آخرش رو یه جوری تو گلو حبس میکنن. یه بار دیگه دقت کنین این آقا چجوری تلفظ میکنه. این گارتن. پس در گارتن، گارتن، اون ای این رو توی گلوشون حبس میکنن. خب پس گه همیشه صدای گه میده، بجز تو کلماتی که از زبانهای دیگه وارد آلمانی شدن، مثلا حالا از زبان فرانسه یا انگلیسی یا هر چیز. پس میگن دی گاراژه. گاراژه. اون گ دوم، گ که تقریبا آخر کلمه است، ژ تلفظ میشه چون این واژه آلمانی نیست. و شاید براتون سوال باشه که این در و دی و اینا چیه؟ اینها آرتیکل هستن، حرف تعریف. توی ویدیو بعدی کاملا براتون توضیح میدم، ولی تا اینجا فقط لطفاً اینو در نظر داشته باشین که هر واژه‌ای رو میخواین یاد بگیرین با آرتیکلش حفظ کنین، چون خیلی وقتها هیچ منطقی پشت این وجود نداره که چرا این کلمه این آرتیکل رو گرفته. پس بهتره که ما وقتی میخوایم باغ رو حفظ کنیم نگیم باغ میشه گارتن، بگیم باغ میشه در گارتن، گاراژ میشه دی گاراژ. مورد بعدی حرف یوت هست. یوت همیشه صدای یه فارسی رو میگیره، مثل دی یاکه. جینز یاکه. دی یاکه کان میلز فورلیزن. دی یاکه که معناش ژاکته. حالا شاید یه جاهایی دوباره یه واژه از یک زبان دیگه وارد بشه، جی تلفظش کنن، ولی دوست خود من که اسمش مرجان هست رو توی دانشگاه آلمانی ها ماریان صداش میکنن نه مرجان. و مورد داشتیم که به مایکل جکسون هم میگفت میشایل یاکسون. آلمانی هم دیگه. راجع به اس قبلا گفته بودم، دوباره بگم که اگه اول کلمه یا قبل از حرف صدادار اس بیاد ز تلفظ میشه، مثل دی زوپه. اگه آخر کلمه یا آخر بخش از یک کلمه، یک بخش از یک کلمه بیاد، س تلفظ میشه، مثل داس. و اگر هم که دوتا اس باشه همیشه س تلفظ میشه، مثل داس ابندسن. دی زوپه، داس ابندسن. حرف فا همیشه صدای ف میده تو زبان آلمانی، مگه تو واژه‌هایی که از زبان‌های دیگه به آلمانی وارد شدن. مثلا ویولت یک واژه‌ای که از زبان دیگری به آلمانی وارد شده، پس اینجا و تلفظ میشه. اما فیل که یک واژه آلمانیه به معنای زیاد، اونجا ف تلفظ میشه. فیل ویولت. رسیدیم به بخش آخر امروز. خب حالا الان میخوام راجع به این توضیح بدم که وقتی حروف صدادار کنار هم قرار میگیرند چه صدایی میدن. یعنی وقتی ا و ای کنار هم قرار میگیرند صدای آی میدند. میگیم دی زایفه، به معنای صابون. دی زایفه. وقتی ای و ا پشت هم قرار میگیرند صدای ای میده. داس بیر، داس بیر، آب جو. یه نوشیدنی خیلی مهم توی آلمانه، نوشیدنی اصلی آلمانی هاست، خیلی روش حساسن، خیلی دوستشون دارن، خیلی آب جو میخورن. مورد بعدی وقتی که آ و او پشت هم قرار میگیرن یه صدای او میده. دی فراو، دی فراو یعنی خانم. حالا جا داره که یه نکته ای رو هم اینجا بگم، هرچند که توی ویدیوی آرتیکل ها آرتیکل رو کامل توضیح میدم، ولی در کل میخوام بدونی که سه نوع آرتیکل داریم: دی، داس و در. دی برای اسامی مؤنث استفاده میشه،
داس برای اسامی خونسا استفاده میشه و در برای اسامی مذکر. اما هیچ منطقی وجود نداره که چرا یک اسم مذکره و چرا یک اسم دیگه مؤنثه، به غیر از جنسیت که باز توی همون جنسیت هم بعضی وقتا نکات عجیبی رو میبینیم. پس خانوم فراو برای این که مؤنث هست آرتیکل دی رو میگیره که مختص اسامی مؤنثه. مورد بعدی ا و او پشت سر هم که صدای اوی میده. نوی، نوی یعنی جدید، نو تازه. آ و ای پشت سر هم صدای آی میده. این آی اینها یه چیزی بین او آه، نه کاملا آه نه کاملا آه، یه آ یه چیزی دقیقا بین او آه. پس میگیم در مای، در مای که همون ماه می هست. و آخرین نکته وقتی که آ املاوت با او پشت سر هم میان صدای اوی میده. در کویفا، در کویفا. یه نکته ریز دیگه همینجا هست که بهتون بگم، نوشته شده کویفر، چرا من میگم کویفا؟ توی هختوش ای آر آخر کلمه رو ار تلفظ نمی کنن. توی اتریش دیدم میگن، توی بین کسانی که اهل کشورهای دیگه هستن آلمانی یاد میگیرن هم دیدم میگن، مثلا میگن کویفر. ولی خود آلمانی ها با لهجه هختوش که لهجه استاندارد آلمانی هست ای آر آخر کلمات رو یه چیزی که شبه ا میگن، یعنی بیشتر به جایی که بیارنش پایین بگن ا کویفر، اینو به سمت بالا میبرن، میگن کویفا، کویفا. حالا شاید یه قی خیلی خیلی رقیقی همون آخر باشه، ولی تند که صحبت کنن معمولی اصلا شما نمیشنوین، شما میشنوین در کویفا که معنیش خریدار هست. و دیگه نکته آخر 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 اینکه شما میخواین یه نامه‌ای بنویسین، یه فرمی رو پر کنین، یه رایتینگی بنویسین، اما کیبوردتون کیبورد آلمانی نیست، پس آ املات، او املات و او املات رو نداره. یا اینکه وقتی که آلمانی‌ها یک کدوم از این سه تا املات ها توی اسمشون هست یا توی اسم شرکتشون هست، چجوری مثلا ایمیلشون رو می‌نویسن؟ چون تو زبان بین‌الملل، تو زبان اینترنت که این چیزا وجود نداره، چجوری می‌نویسن؟ اون حرف رو بدون نقطه هاش، بدون املات می نویسن، یه دونه ای کنارش می زارن. اینم گفتم که به دردتون می خوره. یک سری حروف دیگه هستن که وقتی کنار هم قرار می گیرن یک صدای جدید می دن که توی ویدیو بعدی اونا رو براتون توضیح می دم. و بعد از اون هم میریم سراغ آرتیکل ها. آرتیکل ها رو هم که بگم دیگه میریم سراغ این که چجوری خود آلمانی صحبت کنیم. نیاز بود که قبلش این پیش زمینه رو داشته باشین که وقتی بعدش بهتون توضیح میدم هر چیزی رو که میگم مثلا بفهمین آه این مرتبط به اونی بود که کیمیا قبلا گفته بود. روز و شبتون خوش. بیستون نکست مال.